هلو گایز، خیلی خوش اومدین دوستان. امروز یه ویدیو متفاوت آموزشی حرفه‌ای داریم و قراره درباره مفهومی به اسم فرکانس و واحد شمارشیش که هرتز صحبت کنیم. حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. یادتون نره که اگه این ویدیو رو خوشتون اومد، کلا به محتوای آموزشی اینچنینی علاقه دارید، ویدیو رو لایک کنید و تو کامنت برام بنویسید و مطمئن شید که کانال یوتیوبمون هم سابسکرایب می‌کنید اگه تا حالا این کار نکردید. خب اول یه مقدمه بگم. تا حالا مثلا شنیدید که میگن این مانیتور 144 هرتز؟ نمیدونم، منظورم این کلمه هرتز رو خیلی جاها شنیدیم، مثلا نرخ به روز رسن، مثلا نرخ تاثیربرداری این موس آقا 1000 یا 8000، یا هرتز رو مثلا سرعت سی پی یو ها، فرکانس، اینا رو شنیدیم. حقیقتش منم میخواستم یه ویدیو درباره سی پی یو رکورد کنم که آقا بیام توضیح بدم که چه سی پی یو بخریم، چه نکاتی رو توی خرید سی پی یو باید رعایت کنیم، که به ذهنم اومد بیام فرکانس رو کلا یه بار توضیح بدم. فرکانس و البته هرتز که واحد شمارشش. بچه فرکانس کلا این مفهومیه که اگه رشتهتون ریاضی فیزیک باشه توی پیش دانشگاه یا همون 12ام یاد میگیرید. فرکانس یه مفهومی کاملا مرتبط با سرعت. اینطوری بخوام بگم یه فرکانس، یه چیزی که هی نوسان میکنه میشه همون سرعتش که با زمان رابطه معکوس داره. پس هر چیزی که فرکانسش بالاتر باشه سرعتش بالاتره. حالا باز برای مثال توی همین سی پی یو ها مثلا میگن آقا 3.6 گیگاهرتز فرکانس پایه این سی پی یو، یعنی سرعت پایه. شما برفرض سرعت در نظر بگیرید، سرعت نوسانی. این گیگا که یعنی 10^6 مگا، هم نه ببخشید اشتباه گفتم، گیگا 10^9، مگا 10^6، کیلو 10^3. گیگاهرتز یعنی 10^9 ضرب در 3.6، اوکی، به هرتز، واحدش هرتز فرکانس. این سی پی یو، این کاری که بهش میگن اصطلاح کلاک، اون واحد زمانیشه. توی یه ثانیه 3.6 گیگا یعنی 3.6 ضرب در 10^9 عمل رو در ثانیه انجام میده. پس در نتیجه این عدد هر چقدر بره بالاتر، یعنی تعداد عملیات هایی که توی یه ثانیه سی پی شما داره انجام میده بیشتر میشه. بیاد یه مفهوم قابل لمستر بیایم در مانیتورا، میگیم آقا رفرشیت یا نرخ به روز رسانیه یه مانیتور مثلا 144. یعنی چی؟ یعنی این مانیتور در ثانیه 144 بار به روز رسانی میشه، در ثانیه 144 تصویر به شما نشون میده. امیدوارم که منظور منو کامل متوجه شده باشید. یا مثلا توی موس هم اینطوریه دیگه، این لنزش هی تصویر برداری میکنه از نقشه ای که زیر موسه، و توی بعضی موسا که میگیم آقا مثلا 1000 هرتز نرخ تصویر برداریش، یعنی در یک ثانیه 1000 بار این تصویر برداری انجام میگیره که بفهمیم موسه شما کجاست. و این یک ثانیه که تقسیم بر 1000 کنیم به طور مساوی میشه 1 میلی ثانیه، یعنی هر 1 میلی ثانیه موسه شما تصویر برداری میکنه، یعنی بهتر بگم دیلی موسه شما 1 میلی ثانیه است. اوکی، خب این هم مفهوم فرکانس. خب بچه ها، پس به طور کلی فرکانس تعداد عمل نوسانیه که یه اون نوسانگرمون توی یه ثانیه انجام میده. پس هر چقدر این فرکانسمون عددش بالاتر باشه، این هرتزمون بالاتر باشه، یعنی سرعت اون وسیله ما، اون قطعه ما، هر چی که هست بالاتره. مثلا توی رم هم دوباره همین قضیه فرکانس و سرعته، توی سی پی یو هم هست، توی مانیتور و موس هم مثلا بهتون توضیح دادم. پس هر جا هرتز دیدید، هر جا صحبت از فرکانسه، صحبت از سرعت نوسانیه که توی بازی‌های کوچیک هی داره یه کاری انجام میشه. خب بچه ها، این مفهوم فرکانس و البته واحد شمارشش هرتز یه مفهومی بود که من لازم میدیدم براتون توضیح بدم، چون که خیلی ها تو کامنت ها میان میپرسن آقا این فرکانس اصلا چیه، این هرتز یعنی چی. مثلا تو مانیتور ها خیلی میان میپرسن آقا فرق هرتز با اف وی اس چیه. تقریبا همون یکیه، ولی خب خیلی متوجه نمیشن. من خواستم از لحاظ علمی بهتون توضیح بدم که هر موقع خواستید شما برید یه مثلا قطعه ای رو میخواستید مشخص به فنیش رو بخونید، کلمه هرتز، واحد هرتز دیدید، متوجه بشید این چیه، این متعدد با فرکانسه. پس ویدیو بعدی که لو رفت درباره سی پی یو، امیدوارم این ویدیو هم لذت برده باشید. یادتون نره لایک کنید و سوالی هر چی هست تو کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیو بعدی، بای.